سرخط خبرها، پنتاگون: نمیتوانیم کریمه را از روسیه پس بگیریم. لهستان: جنگنده های F-16 را به اوکراین منتقل نمی کنیم مگر با تصمیم مشترک ناتو. کنگره آمریکا: فروش جنگنده های F-16 به ترکیه در گروی موافقتش با پیوستن فنلاند و سوئد به ناتو است. و ویلیام برنز: اعتماد به نفس کاذب ولادیمیر پوتین کار دستش خواهد داد. سلام و درود خدمت همه شما همراهان گرامی. به سرویس خبری این ساعت خوش آمدید. پنتاگون: نمیتوانیم کریمه را از روسیه پس بگیریم. یک ارزیابی محرمانه پنتاگون حاکی از آن است که اوکراین در آینده نزدیک قادر به باز پسگیری شبه جزیره کریمه از روسیه نخواهد بود. نشریه پولیتیکا به نقل از 4 مقام برجسته پنتاگون جزئیاتی از جلسه مقامات کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا را علنی کرده است که رهبران کیف را درباره کریمه ناامید خواهد کرد، چرا که مقامات اوکراینی باز پسگیری این شبه جزیره را یکی از اهداف خود می‌دانند. این مقامات آمریکایی معتقدند که نیروهای اوکراین در حال حاضر قادر به بازپسگیری شبه جزیره کریمه نیستند. تیم پنتاگون که در جلسه کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا حضور داشت، شامل لورا کوپر، دستیار وزیر دفاع این کشور در امور روسیه، اوکراین و اوراسیا و ژنرال داگلاس سیمز، مدیر عملیات ستاد مشترک ارتش آمریکا بود. سابرینا سینگ، سخنگوی پنتاگون، در واکنش به این جلسه محرمانه گفت: ما نمی‌خواهیم در مورد جلسات محرمانه‌ای که پشت درهای بسته برگزار می‌شود اظهار نظر کنیم و نمی‌خواهیم درباره عملیات‌های آینده صحبت کنیم و فرضیاتی یا گمانه‌زنی در مورد آنها داشته باشیم. از نظر توانایی اوکراین برای مبارزه و بازپسگیری برخی مناطق، باید بگوییم که عملکرد آنها در دفع حمله روسیه شگفت‌انگیز بوده است. لهستان: جنگنده های F-16 را به اوکراین منتقل نمی کنیم مگر با تصمیم مشترک ناتو. ماریوش بلاشجاک، وزیر دفاع لهستان، اعلام کرد که جنگنده های F-16 را در صورتی به اوکراین منتقل می کند که اعضای ناتو تصمیم مشترک در این زمینه اتخاذ کرده باشند. او گفت: ما قبلا تجربه ای در مورد میگ 29 داشتیم، بنابراین می توانم پاسخ دهم که چنین تصمیمی باید توسط همه متحدان ناتو اتخاذ شود. پیش از این رسانه ها گزارش داده بودند که برخی از اعضای دولت آمریکا برای انتقال جنگنده های F-16 به ارتش اوکراین فشار می آورند. کنگره یا آمریکا: فروش جنگنده های F-16 به ترکیه در گروی موافقتش با پیوستن فنلاند و سوئد به ناتو است. 29 عضو مجلس سنای آمریکا از دو حزب جمهوری خواه و دموکرات در پیامی به جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اعلام کردند که سوئد و فنلاند دست به تلاش‌های کاملی با حسن نیت زده اند تا شروط عضویت به پیمان ناتو را که ترکیه مطرح کرده است محقق سازند. اما آنکارا میگوید که سوئد نیازمند تلاش‌های بیشتر است. این اعضای سنا در پیام خود اعلام کردند: به محض اینکه ترکیه با پروتکل‌های پیوستن سوئد و فنلاند به ناتو موافقت کند، کنگره می‌تواند به فروش جنگنده‌های F-16 به ترکیه فکر کند و عدم انجام آن کار توسط ترکیه سوال‌هایی را در مورد این معامله به تعلیق درآمده ایجاد خواهد کرد. این نخستین بار است که کنگره به صورت صریح و مستقیم فروش جنگنده‌های F-16 به آنکارا را به پیوستن سوئد و فنلاند به ناتو منوط می‌کند. اعتماد به نفس کاذب ولادیمیر پوتین کار دستش خواهد داد. خبرنگار CBS نیوز به نقل از ویلیام برنز، رئیس سازمان سیا، در توییتر نوشت: من فکر می‌کنم که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، شرط می‌بندد که می‌تواند زمان را برای خود بخرد. اما مسئله کلیدی میدان جنگ در 6 ماه آینده خواهد بود. به عبارتی 6 ماه آینده برای جنگ اوکراین حیاتی خواهد بود. وی مدعی شد: نابودی غرور و اعتماد به نفس کاذب پوتین مشخص می‌کند که او نه تنها قادر به پیشروی بیشتر در اوکراین نخواهد بود، بلکه هر ماه که می‌گذرد خطر از دست دادن سرزمینی که تاکنون به طور غیرقانونی از اوکراین گرفته است بیشتر و بیشتر می‌شود. برنز ادعا کرد مسکو و پوتین هیچ علاقه‌ای به مذاکرات صلح ندارند و در این راستا جدی نیستند. این اظهارات رئیس سیا در حالی منتشر شده که مقامات اوکراینی مدعی هستند نیروهای روسیه آماده حمله اساسی به شرق اوکراین میشوند. برنز در قسمت دیگری از اظهاراتش مدعی شد که یک سازمان مزدور موسوم به گروه واگنر که روسیه از آن حمایت میکند، نفوذش را به تعدادی از کشورهای آفریقایی از جمله مالی و بورکینافاسو گسترش میدهد. وی گفت: این گسترش عمیقا خطرناک است و ما سخت تلاش میکنیم تا با آن مقابله کنیم، زیرا این مسئله تمام قاره آفریقا را در حال حاضر تهدید میکند.
ویلیام برنز همچنین با اشاره به کشور چین عنوان داشت چین دهه هاست که همچنان بزرگترین چالش ژئوپلیتیکی آمریکا محسوب می شود. شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین جاه طلبی کم ندارد، اما او چندان به خود افتخار نمی کند. او چالش های مختلفی در داخل کشورش از جمله سیاست کووید صفر و چالش های اقتصادی دارد. البته او می تواند تا یه چند سال آینده آنها را بهبود بخشد، اما در این چند سال اخیر ضعف بی سابقه ای داشته است. رئیس سیا در ادامه ادعاهایش بیان داشتی در حالی که از نزدیک تجربه پوتین در اوکراین را رصد می‌کند، احتمالاً از عملکرد ضعیف روسیه آشفته شده، اما تا کنون به شراکتی که دو کشور در سال گذشته میلادی اعلام کردند متعهد مانده است. برنز در پایان افزود اطلاعات آمریکا نشان می‌دهد که شی به ارتش آزادی بخش خلق چین دستور داده تا برای انجام یک حمله نظامی موفق به تایوان تا سال 2027 آماده شود. البته این بدان معنا نیست که رئیس جمهوری چین قصد داشته باشد تا 2027 یا هر سال دیگری به جزیره تایوان حمله کند، بلکه این مسئله می‌تواند یادآور تمرکز و جاه‌طلبی‌های منطقه‌ای او باشد. ممنون که تا پایان با ما همراه بودید. جهت آگاهی از مهمترین رویدادهای ایران و جهان، کانال ما رو در زیر همین ویدیو سابسکرایب و زنگوله اونو فعال کنید. وقتتون خوش و خدا نگهدار.